به نام خدا مهدی سلیمانی هستم. همونطور که میدونید طبق طرح‌های توجیهی که ما توی این سال‌ها نوشتیم، سود پرورش گله‌های مادر و گله‌های داشتی همواره بیش از گله‌های پروار و گله‌های گوشتی بود. اما با این وجود می‌بینیم که اکثریت قریب به اتفاق عزیزان پرورش دهنده سراغ شاخه‌های دیگه میرن، یعنی سراغ پروار کردن و گوشتی کردن گله‌ها میرن، به جای اینکه بیان گله مادر بوقلمون پرورش بدن، پروار بوقلمون رو به عهده می‌گیرن. در زمین دام هم پروار بره رو شروع میکنن به جای اینکه گله داشتی داشته باشن. این تصمیمی هم که میگیرن غالبا طبیعیه، به این علت که ظرف سالیان دراز که تجربه‌ای که از اقتصاد کشورمون داشتن و بی‌ثباتی اقتصادی که باش مواجه بودن، ترجیح میدن کار رو شروع کنن که زودتر بخواد به نتیجه برسونه اونها رو. اما خوبه بدونید که اگه شما دانش کافی رو داشته باشید و تحقیقات لازم رو هم کرده باشید، اگه کار خودتون رو بخوام به شکل گله‌های داشتی و بلند مدت شروع کنید، نه تنها سود بیشتری دارید، بلکه اون مشاغل بیش از مشاغلی که شاخه اول هستن، بحث پروار کردن، پایدارن. و اگه شما پروار کردن رو کنار بذارید و کارتون رو با داشتی شروع کنید، به واسطه داشتی میتونید شما کم کم به بحث پروار کردن هم برسید و کار خودتون رو توسعه بدید. و اگه هم می‌خواید که این درآمد زودهنگام رو که در پروار بندی می‌خواید تو بحث دام و طیور داشته باشین، رو هم داشته باشین، حداقل بخشی از گله خودتون رو به داشتی تخصیص بدید.